گفتار نیک کردار بد. مقاله اشرف غنی زیر عنوان لحظه خطر و فرصت برای افغانستان رو سه‌شنبه 14 سر در نشریه فارین افرز به نشر رسید. غنی در اشروع مقالش تصمیم رئیس جمهور بایدن برای خروج 2500 نیروی باقی مانده ایالات متحده از افغانستان را بیانگر یک نقطه عطف برای افغانستان و کشورهای همسایه خوانده است. او با مناسبت این رویداد از یک فرصت خوب و در این حال وقوع یک خطر احتمالی برای حکومت موجود طالبان و منطقه سخن گفته است. او آورده است حکومت افغانستان به این تصمیم احترام میگذارد و آن را به مساوی فرصت و در این حال خطر برای حکومت افغانها، طالبان و منطقه می دانند. اشرف غنی در مقالش استدلال کرده است که پس از خروج 130,000 نیروی امریکایی و کشورهای همپیمانش در 2014 نیروی امنیتی افغانستان رهبری کامل سکتور امنیتی را بر عهده گرفتند. از آن زمان تا کنون نیروی امنیتی افغانستان از جمهوری و افغانستان حراست کردند. تا این مدت قوای امنیتی افغانستان زمینه برگزاری دو انتخابات ملی را نیز فراهم کردند. به نظر با امروز حکومت و قوای امنیتی ما در وضعیت به مراتب قوی تر و مستحکم تر از افسان قبل قرار دارند و ما کاملا آماده هستیم که به خدمت و دفاع از مردم خود بعد از خروج کامل نیروهای امریکایی ادامه دهیم. غنی گفته است که طی این مدت بار جنگ بر شانه های ارتش کشور بوده است. طی دو سال گذشته بیش از 90% عملیات نظامی افغانستان به طور کامل توسط نیروهای امنیتی افغانستان انجام شده است. برای همین مطمئن است که افغانها قطعا به وحشت دهه 90 میلادی بر نخواهند گشت. با باور اشرف غنی تصمیم ایالات متحده طالبان و عامیان این گروه در پاکستان را غافلگیر و آنان را وادار به انتخاب تازه کرده است. انتخاب این که از این پس به همکاران با اعتبار مبدل خواهند گشت یا بی‌نظمی و خشونت بیشتر به بار خواهند آورد. به نظر غنی در صورت گروه طالبان و حامیانشان گزینه دوم را انتخاب کنند، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مقابل آنان خواهند جنگید. اگر طالبان همچنان از مذاکره خودداری کنند، در حقیقت صلح در قبرستان را انتخاب خواهند کرد. اشرف غنی در این مقاله برای بار نخست به طور روشن به تشکیل اداره انتقالی چراغ سبز نشان داده است. در برنامه و یا طرح غنی برای صلح افغانستان که در این مقاله توضیح داده شده است، روحیه سست و تسلیمی دیده می شود. با این همه و با توجه به پیشینه و عمل کرده غنی، این بهترین تصمیم یک زعیم مسئول در چنین شرایط است، زیرا او به شرط آماده شدن واقعی و صادقانه طالبان در میز مذاکره برای آوردن صلح، اشتراک همه جوانب و ضمانت سازمان ملل آماده است. زمینه تشکیل اداره موقت را فراهم کند و در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نکند. این یک انتظار ایدئال از یک رهبر مسئول است که غنی در عهد گفتار آن را پذیرفته است. ولی مشکل جای دیگری است. اشرف غنی سخنان خوب و تخصصی و گاهی طرح‌ها و نظریه های معقول ارائه کرده است. او در گفتار ارائه سمینار، نوشتن طرح و توضیح برنامه حکومتداریش نیک عمل کرده است، اما کردار سیاسی غنی خلاف نوشته‌ها و گفتارهایش بوده است. او در تمام دوره ریاست جمهوریش خلاف سخنانش عمل کرده است. جامعه و شهروندان سیاستمدارانشان را بر اساس عملشان قضاوت میکنند، نه بر اساس نوشته و نظریه پردازیشان. چون سیاستمداران یک بخش کارشان ایله در کار انداختن و منحرف کردن از آن ما از طریق گفتار است که اشرف غنی در این زمینه نمره خوب گرفته است. سیاستمداران توده ها را از طریق گفتار تحریک میکنند و با وجد میآورند. اشرف غنی سال هاست دم از اجماع سیاسی میزند، ولی در عمل یک گام کوچک در این زمینه بر نداشته است. در شرایط کنونی بیشتر از هر وقت دیگر افغانستان به اجماع سیاسی نیاز دارد. نیاز است به جای گفتار خالی گام های عملی برداشته شود، ولی رئیس جمهوری هر روز خلاف این گام برمیدارد. غنی در هفته های گذشته وزیر داخله را که با رأی نمایندگان مردم انتخاب شده بود و سالها در نهادهای امنیتی کار کرده بود، از سمتش برکنار کرد و به جای او یک چهره غیر عرفوی را به مهمترین وزارت کشور گماشت. همچنان چند روز پیش رئیس جمهور غنی والی فاریاب را که در صف نیروهای امنیتی و مردم علیه دشمنان کشور می جنگید و مردم از عمل کردش راضی بودند، برکنار کرد و به جایش کسی را گماشت که هیچ گونه رابطه با مردم و هیچ شناخت از محیط ولایت فاریاب ندارد. غنی به جای تعیین افراد و یا سپردن مسئولیت ها به اشخاص که برای افغانستان قربانی دادند و هنوز به این سرزمین متحد هستند، کسانی را تعیین کرده و مسئولیت بزرگ داده است که حتی کابل را درست نمیشناسند. افرادی که برای رفتن به گوشه کابل از نقشه گوگل استفاده میکنند. کسانی که هنوز نمیدانند کدام قسمت کشور به دست طالبان است و کدام قسمتش به دست حکومت. او آدمهای گمنامی را روی کار آورده است که هیچ وقت در این خاک زندگی نکردند
و از رنج و مهنت مردم آگاهی ندارند و این باعث شده است که اینها هیچ گونه رابطه عاطفی با افغانستان نداشته باشند. این افراد درک درستی از مناسبات قدرت، گذشته افغانستان و فرهنگ مردم ندارند. غنی قدم از اجماع ملی میزند نظام متمرکز کنونی را بیشتر از قبل متمرکزتر ساخته است. او با برنامه و کارکرد اغلب وزیران که از دیگر تیم های انتخابات انتخاب شدن باور ندارد و برای همین زیر نظر جوانان بیگانه با افغانستان اداره های موازی با وزارت ها را در درون ارگ نزدیک خودش ایجاد کرده است و این گونه بخش های از وزارتخانه ها تقریبا بیکار شدن. اجماع فقط یک مبحث نظری صرف نیست، یک سیاست عملی نیز است که در شرایط کنونی بیشتر از هر چیز با حسن نظر مسئول مملکت نسبت به تمام طرفها از طریق مشارکت امکان پذیر می شود. در حالی که بخش زیادی از رهبران و چهره های تاثیرگذار در کاخ سپیدار جمع شدند و ظاهرا دارند تلاش می کنند تا روند سال افغانستان به خوبی پیش برود، رئیس جمهور غنی به جای صحبت رو در رو با همه آنها با بخش از آنها به تنهایی به مشوره می پردازد که این به معنای بی باوری به تصمیم جمعی آنان است. واقعیت این است که اشرف غنی خلاف آنچه میگوید عمل کرده است و این نگرانی همچنان باقی است که در مورد صلح هم خلاف آنچه میگوید و نوشته است عمل کند. زیرا یکی از ویژگی های منفی غنی گوش ندادن به مشوره دیگران است و همچنان نسنجیدن نتایج و آسیب های عمل کرده خودش.